سخن هفته. لطفاً به چینل ما مشترک شوید. هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. نام من احمد خالدی است و با تقدیم این ویدیو در خدمت شما هستم. سال 2022 میلادی ختم شد و ما سال نو 2023 میلادی را آغاز کردیم. اول امیدوار هستم سال 2023 میلادی برخلاف سال 2022 میلادی برای هموطنان ما، برای همه مردم در سراسر جهان یک سال نیک و با سعادت باشه. سال 2002 برای افغانستان سال بدی بود. با حلول سال 2023 جهان به استقبال سال جدیدی رفت که از بسیاری جهات با سالهای قبل متفاوت بود. خیلی چیزها تغییر کرد و خیلی چیزها هم در آینده تغییر خواهد کرد. ما در عین زمان بسیاری چیزها ثابت باقی ماند در سال 2022. باید عرض کنم که نتیجه بگیریم که ما در یک مرحله جدیدی از تاریخ سیاسی جهان، تاریخ اقتصادی جهان وارد شدیم، همچنان در تاریخ کشور خودمون. اما سال 2022 هم قسمی گرفتم به عنوان یک سال سرنوشت ساز در تاریخ ثبت خواهد شد. سال 2022 سال بعد بر مردم افغانستان. در این سال اوضاع اقتصادی افغانستان، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشت. قیمت های مواد مختلف ارتزاقی و غیر ارتزاقی از 17% تا 26% افزایش یافت و در عین زمان عایدات ملی کشور کاهش یافت که نتیجه مضاعف این دوتا سبب عزیز شد که بیش از نیم کشور، بیش از نیم مردم کشور در حالت فقر قرار بگیرد. در این سال طالبا واضح ساختند که قانون اساسی آنها قرآن مجید است و در خارج از محدوده قرآن و سنت هیچ اصل دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند. طالبان واضح کردند که در پالیسی ها و تصامیم آنها عنصر تعقل و نیازمندی های زمان هیچ نقشی ندارد. آنها همچنان ثابت کردند که مشروعیت خود را از مجمع ملاها کسب می کنند. قسمی که جلسه ملاها از تمام کشور در کابل جمع شد و به امیر المومنین نخود رأی بیعت دادند یا اظهار بیعت کردند. طالب همچنان ثابت کردند که از هیچ نقشی برای مردم در اتخاذ پالیسی ها، سیاست ها و آینده کشور در نظر نمی گیره. یعنی از طریق مجاری عنعنوی افغانستان کلو جرگه بود و یا از طریق قانون اساسی گذشته که انتخابات در او یک اصل شمرده می شد، ای اصل ها را طالبا به رسمیت نمی شناسن و ای اصول مراعات نمی کن. بنابراین مردم هیچ نقشی در تعیین پالیسی های دولت و در حیات سیاسی کشور نخواهند داشت. در طول سال گذشته هیچ کشور جهان طالبارت، حاکمیت طالبارت یا دولت امارت اسلامی طالبارت به رسمیت نشناخت و انتظارم نمیرید در سال 2023 کسی یاره به رسمیت بشنه، برای از اینکه پالیسی ها و سیاست های طالبان روز بروز محدودتر شده میره و بر ضد اصول شناخته شده قوانین بین المللی و اصول حقوق بشر شناخته شده
ای تطبیق میشه و میساز ای انتظار میره که تجرید بودن حاکمیت طالبان یا امارت اسلامی طالبان از جهان خارج ادامه پیدا خواهد کرد. طالبان در عمل نشان دادن، متاسفانه، اما طالبان در عمل نشان دادن که هیچ وقتی به نظریات جامعه جهانی، نظریات کشورهای اسلامی، نظریات کشورهای همسایه و منطقه نمیگذارن و هم نشان دادن که هیچ عقیده به اصول حاکم در کشورهای سایر کشورهای اسلامی نیستن. برای طالبان آنچه که خودشان احکام شریعت از سلف اسلام قبول دارن و میپردازن اصل است و چیز دیگه اینه برسمیت نمیشناسن. در سال 2022 افراطی ترین عناصر طالبان به تحکیم قدرت خود در افغانستان پرداختند. در ایسا طالبان به تمدن زدائی در کشور ادامه دادند. یک ملا موسیقی را حرام اعلام کرد، ملای دیگر زنان و دختران را از رفتن به حمام ها و پارک ها و از سوار شدن در تاکسی ها و سفر به ولایات بدون محرم ممنوع ساخت. ملای دومی اعلام کرد که فارغان معارف و تحصیلات عالی کشور در 20 سال گذشته به هیچ دردی نمیخورند. ملای سومی به عنوان وزیر تحصیلات عالی اعلام کرد که درجات علمی و استادان بر اساس تعداد بمبگذاری هایی است که او در زمان جهاد انجام داده. ملای دیگری کسب علوم دنیوی را مباح اعلام کرد و همچنان یک ملای دیگه گفت که زنان در افغانستان کشزار مرد هستند، یا زنان در مجموع در جهان کشزار مرد هستند، دیگر نقش زنان نداره. در سال 2022 طالبان طبقه اوناس کشور از زندگی در اجتماع خارج کرد. دروازه های تعلیمات عالی در پاندون ها و اکادمی های تعلیمات عالی را بستن و به خانم ها و دخترها هدایت دادن که دیگه به تعلیمات عالی و پاندون ها مراجعه نکنه. ملای دیگر اعلام کرد که موجودیت دخترها و زنها در لیلیه های زنانه خلاف احکام شریعت و باید با محرم باشه. همچنان در سال 2022 طالبا خانم ها را، دخترها را از کار در ادارات، در وزارت ها را، مؤسسات و ادارات امدادی خارجی در افغانستان ممنوع کرد و بالاخره یک ملاحظه دیگه فرمانی صادر کرد و گفت که امر یا فرمان امیرالمومنین فرمان خداوند است. انتظار نمیره که کمتخی در سیاست های یا در سال آینده هم یا در سال جاری 2023 هم واقع شود. سال 2022 در سطح جهانی سال پر حادثه هم بود. در این سال با بالاخره تحمل روسیه در مقابل گسترش ناتو به جانب سرحداتش به پایان رسید و روسیه بعد از اخطارهای متعدد به اوکراین حمله کرد. جنگ اوکراین ناتو رو به جنگ غیر مستقیم با روسیه مواجه ساخت و ناتو و کشورهای اروپایی به تسلیح اوکراین به سطح وسیع پرداخت. اروپا اعمال تعزیرات همه جانبه بر ضد روسیه خود را در زمانی به عمق یک بحران چشمگیر انرژی تبدیل کرد که در او عمق خود اروپا سقوط کرد و این حال در حالی بود که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک جنگ بزرگ در خارج اروپا جریان داشت.
در نتیجه این سیاست های تعزیراتی کشورهای اروپایی و امریکا و سیاست های تعزیراتی متقابل روسیه در مقابل این کشورها، اقتصاد کشورهای اروپایی به شدت صدمه یافت و برنده بزرگ این صدمه دیدن اقتصاد اروپا امریکا بود. امریکا قادر شد صادرات گاز روسیه را به اروپا کاملا مسدود کنه از طریق پایپلاین ها و صادرات نفت روسیه را بسیار محدود بسازه، و در مقابل اروپا ناچار از گاز مایع LNG امریکا استفاده میکنن و به خریداری این گاز مایع از امریکا مجبور شدن که قیمت از او سرسام‌آور است. یعنی امریکا قادر شد اروپا را، دسترسی اروپا را به نفت و گاز بسیار ارزان قیمت روسیه که در طول ده ها سال قبل به او دسترسی داشتن محروم کنه و در مقابل نفت و گاز خود به اروپا صادر کنه. قسمی که اوضاع معلوم میشه، جنگ اوکراین همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه دو کشور اوکراین و روسیه پیشبینی های مختلف یا توقعات مختلف از نحوی ختم جنگ در اوکراین دارند. در حالی که روسیه آرزومند تحکیم دستاوردهای خود است و پل ارتباطی که از روسیه تا کریمیا در جنوب اوکراین و شرق اوکراین ایجاد کرده میخواهد دائمی به شکل دائمی قبول شود در سطح جهانی، و کشورهای اروپایی و ناتو و امریکا حاکمیت روسیه را بالای کریمیا و مناطق شرقی اوکراین و جنوب اوکراین به رسمیت بشناسند و از گسترش ناتو به شرق جلوگیری کنند، اما در مقابل اوکراین با کمک همه جانبی که از طرف امریکا و اروپا با او میشه متوقعی رو داره که این مناطق دوباره از روسا به جنگ پس بگیره. بنابراین این حالت نگران کننده است و این جنگ سبب ادامه جنگ خواهد شد. در این زمان از نظر اقتصادی سال 2022 تغییرات شگرفی در جهان واقع شد. ما بالاخره میبینیم که یا شاهد سقوط یک جانبه بودن سیاست‌های جهانی یا یک قطبی بودن سیاست‌های جهانی هستیم، و سیاست‌های جهانی بعد از این به حد اقل دو قطب بزرگ، یعنی امریکا و اروپای غربی و همدستانش در اروپای غربی از یک طرف، روسیه چین از جانب دیگه با همپیمانا و هم و دوستای نزدیکش، و این دو قطب و جهان سوم، جهانی که در جنوب نیمکره زمین قرار داره، موقف مستقل را اعتراض خواهد کردن که مجبور نیستن به یک از بلاک ها بپیوند. یعنی ما دوباره برمیگردیم به یک جهانی که از لحاظ نظامی و سیاسی دو قطبی بوده و یک جهان غیر منسلک یا کشورهای در حال انکشاف یا در حال رشد، جهان نسوم که او سیاست های خود مطابق نیازمندی های وقت با توجه به سیاست های این دو قطب جهان تنظیم خود کرده. با ایجاد سیاست های دو قطبی جهان تمام بنیادهای یک نظم بین المللی که امریکا در ظرف 70 سال گذشته بعد جنگ جهانی دوم و به همکاری اروپا ایجاد کرده بودن، یعنی سازمان های سیاسی، اتحادیه ها و همچنان یک سازمان های بانکی و مالی
مانند بانک جهانی و صندوق بواچی بین المللی و غیره، نظم مالی را که ایجاد شده بود بر انتقال پول از یک کشور به کشور دیگه، این در انحصار خود داشتن و از این به عنوان اسلحه امریکا و اروپای غرب بر ضد روسیه و چین استفاده کرده، اخیرا بر ضد ایران استفاده کرده، بر ضد کوریای شمالی استفاده کرده، بر ضد گیدابدینگ، بر ضد عراق در گذشته استفاده کرده بود. این سیاست ها دوباره این کشورهای قطب دومی را که شوروی، روسیه و چین باشه و کشورهای رو انکشاف یاره مجبور ساخته تا نظم جدید اقتصادی را ایجاد کنن، ترتیبات جدید انتقال پول از یک کشور به دیگر کشور ایجاد کنن. یعنی به ترتیب با ایجاد بریکس، سازمان کشورهای بریکس، هفت کشور یک بریکس، و که قرار است ای به 17 کشور انکشاف یابد، با شمولیت ترکیه، شمولیت مصر، ایران، ونزوئلا و همچنان عربستان سعودی و ارجنتین، ای به 17 کشور انکشاف کنه، تکامل کنه و ای بلاک از خود ترتیبات پولی و مالی خود داشت که وابسته به جهان غرب نخواهد بود و این کشورها کوشش میکنن وابستگی خود به دلار امریکایی کم کنن. حتی عربستان سعودی قرار است نفت خود با اسعار کشورهای خریدار تبادله کنه. یعنی پترو دلار اصلش رو به ختم است و دلار امریکایی بایسته پول ریزرف جهان اهمیت خود از دست خواهد. انتظار میره تسلیحات، خرید فروش اسلحه در جهان اضافه شود، مخصوصا اروپا، و از این خرید فروش اسلحه که معمولا از امریکا میخرن، امریکا با سرمایه های هنگفتی در اختیار امریکا قرار خواهد. به این حساب قسمی که میبینیم جهان به طرف بحران در حرکت است و امکان زی داره که ما بحران مانند اوکراین در اطراف تایوان موجود بیاره. و چون برای امریکایی ها موجودیت بحران ها و ایجاد بحران ها و دامن زدن به بحران هایی که بتونن خودشان کنترل کنن اهمیتی به سزایی برای انکشاف اقتصادی و سیاسی امریکا داره و این سبب افزایش عواید شرکت های امریکایی و دولت امریکا میشه. به این خاطر یا به این بحران ها دامن خواهد زدن. انتظار میره که موضوع بعدی موضوع تایوان در جهان باشه. اما قسمی که دیده میشه چین از لحاظ سیاسی بسیار هوشیارانه عمل میکنه و اجازه نخواهد داد که این به جنگ داغ مبدل شود. تمام کوشش چین برای اتحاد مجدد تایوان با بدنی اصلی چین که جزء خاک چین است، مانند آنچی که در هنگ کنگ واقع شد و مانند آنچی که در مکاو واقع شد، یعنی یک کشور و سه سیستم سیاسی اقتصادی، ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی ای تشویق میکنه تا بدون جنگ ای کشور با هم متحد شد و این چیزی نیست که امریکا تقاضا داره. امریکا با کمک ژاپن و استرالیا در صدد عزیز که با هر قیمتی میشه بحرانهای را در منطقه ایجاد کنن که از او با نفع منافع غرب استفاده سرد. با این توضیحات دوستان محترم، ما به استقبال سال جدید 2023 میریم و امیدوار هستیم که جنگ اوکراین در سال 2023 با کمک کشورهای مثل فرانسه و آلمان و همچنان سرمنشی ملل متحد راه حل پیدا کنه. همچنان چون بدون رای حل سیاسی از رای حل نظامی ما به هیچ جایی نمی رسیم.
امکان داره که عقل سلیم بالاخره بالای بر اروپا غالب شود و اروپایی به این نتیجه برسند که بزرگترین ضرر کننده جنگ یا بازنده جنگ تا حال اروپای غربی بوده. اروپای غربی میلیاردها دلار ضرر دیده و صنایع اروپایی ضرر دیده، صنایع اروپایی بازارهای خود از دست داده، صنایع اروپایی به مواد خام دیگه دسترسی نداره، مواد خام ارزان قیمتی که از روسیه می آمد، بر علاوه نفت و گاز بسیار منابع معدنی دیگه از روسیه می آمد به اروپا و بازار روسیه بازار بزرگ برای کشورهای مثل آلمان برای صنایع موترسازی چه و غیره بود و همچنان صنایع پتروشیمی اروپا و آلمان در خطر است. بسیاری از این صنایع از اروپا در حالت انتقال به امریکا هستند، یعنی در این قسمت هم امریکا فایده میکنه و اروپا ضرر میکنه. از امروز از همین حالا اشاره هایی است که اروپایی ها از این وضع ناراضی هستند و در مقابل امریکا به جبهه‌گیری آغاز کردند، به این اساس که تازه کشورهای اروپایی اتحادیه اروپایی بالای شرکت‌های نفتی امریکایی و گاز امریکایی یک تکس 25% به نام تکس مفاد غیر منتظره وضع کرده که شما از حالت جنگ سو استفاده کردین و مفاد خود جیبایتان را پر کردین. بالای این مفاد اضافی اروپایی ها میخواین تکس وده کنن و این ناگزیر امریکا رو در مقابل اروپا قرار میده. شرکت های امریکایی از این حال مثل شرکت اکسان نفت امریکایی از حال سرصداش بالا شده، چون با این حساب چند میلیارد دلار باید به اروپا غرامت بپردازه. خب دوستان عزیز، با این توضیحات امیدوارستم معلومات مفیدی به خدمت شما تقدیم کرده باشم. رو سال 2023 خوب و با سعادت برای همه آرزو می‌کنم. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.